درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروح خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 10 آگوست 2023 میلادی برابر است با 19 آمرداد سال 1402 خورشیدی. شاکر بوری طنزپرداز منتقد جمهوری اسلامی که توسط اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت شده بود بعد از 10 روز بیخبری آزاد شد. خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، امروز پنجشنبه 19 آمرداد گزارش داد که روح الله زندی دادستان آبادان اتهام شاکر بوری را جرایم علیه امنیت ذکر کرده و اعلام کرد که این طنزپرداز بعد از تکمیل تحقیقات با صدور قرار قبولی تامین صبح پنجشنبه 19 آمرداد آزاد شده است. شاکر بوری که مسائل اجتماعی و سیاسی را دستمایه طنزهای تصویری خود در اینستاگرام و یوتیوب قرار میداد، روز 9 آمرداد بعد از احضار به اداره اطلاعات سپاه آبادان بازداشت شد. شاکر بوری که در صفحه اینستاگرامش 1,200,000 دنبال کننده دارد، مسائل روز ایران و اظهارات مقامات جمهوری اسلامی را به نقد می کشید. آخرین بخش از مجموعه طنزهای منتشر شده شاکر بوری در صفحه اینستاگرام و کانال یوتیوب او با عنوان کفن پوش شدم برای پول به انتقاد از برخورد حاکمیت با زنان مخالف حجاب پرداخته بود. مجموعه های حقوق بشری در گزارش هایی از اعدام 6 زندانی در روزهای 3 شنبه، 4 شنبه و 5 شنبه، 17، 18 و 19 آمرداد به اتهام ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر خبر دادند. با احتساب این موارد، حکومت تا 3 روز دست کم 11 تن را به دار آویخته است. احمد کریم دادزهی 35 ساله و حمید گرخیل 34 ساله دو شهروندی هستند که روز 19 آمرداد به دلیل اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر در زندان مشهد به دار آویخته شدند. روز 18 آمرداد حکم اعدام منوچهر خزائی اهل شهرستان کنگاور استان کرمانشاه و عضو پرسنل نیروی انتظامی به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی همدان اجرا شد. دو زندانی دیگر به نام های حسین نصیریان اهل کازرون و حسن علی شکیب اهل ارسنجان هم روز 3 شنبه به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز به دار آویخته شدند. روز 4 شنبه یک زندانی دیگر به نام احد هاشمی در زندان همدان به دار آویخته شد که از 7 سال پیش به اتهام ارتکاب جرایم مواد مخدر زندانی و به اعدام محکوم شده بود. در پی رانش زمین در تپه الله اکبر منطقه حصار کرج یک ساختمان فرو ریخت. علت این حادثه اعلام نشده، اما به نظر می رسد که این ساختمان جزء نخستین قربانیان فرو نشست زمین در ایران باشد. از سوی دیگر یک عضو شورای شهر تهران از مرگ 500,000 تن در تهران در صورت وقوع زمین لرزه در پایتخت خبر داد. مهداد کیانی شهردار کرج گفته است که در پی فرو ریختن این ساختمان تعدادی از پلاک‌های مسکونی هم دچار خسارت شدند، اما تا کنون تلفات جانی گزارش نشده است. کیانی تعیین علت دقیق رانش را موکول به نظر کارشناس دادگستری کرد، اما یادآور شد که رانش زمین در این منطقه قبلا هم سابقه داشته و حادثه مشابهی در آذر ماه سال گذشته در آن رخ داده بود. در این حال ریزش این ساختمان و اتفاقات مشابهی که در سالهای گذشته در منطقه حصار و برخی دیگر از مناطق شهری کرج رخ داده را به ساخت و سازهای غیر مجاز و بی کیفیت نسبت داد. حکم 10 سال حبس مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی شهروندان بهایی محبوس در زندان اوین توسط دادگاه تجدید نظر تهران تایید شد. یک فعال حقوق بشر با انتشار پستی در پیام رسان ایکس نوشت شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران مهوش شهریاری و فریبا کمال‌آبادی دو شهروند بهایی محبوس در اوین را به 10 سال زندان، 2 سال ممنوع خروجی، 2 سال منع سکونت در تهران، 2 سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های اجتماعی و مصادره اموال از جمله تلفن همراه، کامپیوتر و دیگر ابزار مرتبط با جرم محکوم کرده است. اتهامات مطرح شده توسط وزارت اطلاعات علیه این دو شهروند بهایی تشکیل و اداره گروه به منظور اقدام علیه امنیت ملی بوده است. اتهامی که آنها از آغاز تفهیم اتهام تا دفاعیات دادگاه به شدت آن را تکذیب کرده و کیفرخواست را صرفاً یک بیانیه سیاسی عقیدتی خواندند.
یک سازمان حقوق بشری میگوید فرهاد نوایی، دانش آموز 16 ساله که آبان ماه سال گذشته به دلیل شرکت در اعتراضات زن زندگی آزادی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز چهارشنبه 18 مرداد از کانون اصلاح و تربیت ارومیه آزاد شد. به گزارش کردپا، این کودک از سوی دادگاه کیفری 1 ویژه نوجوانان مستقر در مهاباد به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی کشور به 2 سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود. بر اساس این گزارش، این دانش آموز معترض طی مدت بازداشت و جلسه دادگاه از حق دسترسی به وکیل تعیینی محروم بود. همچنین دادگاه برای آزادی موقت فرهاد وثیقه 5 میلیارد تومانی تعیین کرده بود، اما خانواده او توانایی تامین وثیقه را نداشتند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید که فرهاد نوایی با قید وثیقه آزاد شده است. این شورا پیشتر اعلام کرده بود که فرهاد نوایی ساکن روستای توشکان از توابع شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی در دوران بازداشت تحت شکنجه وادار به اعترافات اجباری شده است. دو خبرنگار روزنامه دولتی ایران ورزشی بعد از انتقاد از مدیریت حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان پیشین دولت ابراهیم رئیسی، از این روزنامه اخراج شدند. علی وحدانی، خبرنگار صدا و سیما، در حساب توییتری خود نوشته است که آزاده پیراکوه و محسن آجرلو، دو خبرنگار روزنامه ایران ورزشی، به دلیل انتقاد از حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان، اخراج شدند. حمید سجادی پیش از این از سمت خود استعفا داده بود و هفته گذشته ابراهیم رئیسی با پذیرفتن استعفای او و انتصاب کیومرث هاشمی به عنوان سرپرست این وزارت با استعفای حمید سجادی موافقت کرد. حمید سجادی پیش از این به دلیل زیر فشار گذاشتن ورزشکاران و خانواده‌های آنها و همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی از توی اتحادیه اروپا تحریم شده بود. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی،
کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارند. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. توماج صالحی، رپخانه زندانی ایرانی، جایزه هرتک یا بدعتگزار سازمان گلوبال میوزیک اواردز را دریافت کرد. او که بعد از ماها بازداشت اخیراً به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم شد، این جایزه را به خاطر آهنگ فال در بخش موسیقی اعتراضی کنشگری دریافت کرد. این سازمان در بیانیه‌ای در تارنمای خود نوشت: شهامت و عزم توماج صالحی الهام بخش همه ماست. اهدای جایزه به این فرد باور نکردنی باعث افتخار است و امیدواریم که او از این حبس ناعادلانه آزاد شود. نصیر مشکوری، نویسنده و منتقد موسیقی، میگوید اینکه توماج صالحی را به عنوان برنده یکی از جوایز خود معرفی کردند نه تنها باعث افتخار طرفداران او هست، بلکه نشان میدهد که صدای موسیقی مقاومتی و آگاه این رپخانه جوان از مرزهای ایران هم عبور کرده و به سراسر جهان رسیده است. در حالی که بازی تیم‌های پرسپولیس و آلومینیوم عراق در ورزشگاه آزادی تهران در روز چهارشنبه 18 مرداد بدون تماشاگر برگزار شد، حضور زنان در ورزشگاه گلگوهر سیرجان برای تماشای بازی تیم این شهرستان با تیم فولاد خوزستان چشمگیر بود. این اتفاقی بی سابقه بود که زنان توانستند بعد از 44 سال در ورزشگاهی خارج از تهران برای تماشای یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه حضور پیدا کنند. حضور زنان در ورزشگاهی خارج از پایتخت همراه با تبلیغات گسترده رسانه‌های داخلی در حالی بود که عکس یا ویدیوهای زیادی از این حضور بی سابقه در رسانه‌های ایران منتشر نشده است. با این حال در محدود عکس‌های منتشر شده در رسانه‌ها زنانی بدون حجاب اجباری دیده می‌شوند. بانو پروین، خواننده شهیر موسیقی ایران، در سن 85 سالگی و در تهران چشم از جهان فرو بست. او در اوج فعالیت هنری و در اوایل دهه 50 خورشیدی از خواندن کنارگیری کرد، اما ناگهان در اوج اعتراضات سراسری پاییز گذشته و همزمان با شعار زن زندگی آزادی بار دیگر به صحنه اجتماعی بازگشت و همسو با معترضان به حجاب اجباری ترانه معروف قوقای ستارگان را در محفل دوستانش زمزمه کرد. ترانه ای که آهنگش از همایون خرم و شعرش از کریم فکور بود. بعد از آن اوایل سال خورشیدی جاری گروهی از هنرمندان برجسته موسیقی ایران از جمله حسین علیزاده برای او برنامه بزرگداشتی ترتیب دادند و او بار دیگر قسمت کوتاهی از همین ترانه زیبا را زمزمه کرد. بانو پروین در سال 1353 و به هنگامی که در اوج ترانه خانی بود به ناگهان صحنه اجرای موسیقی را کنار گذاشت. وقوع انقلاب اسلامی و به حاشیه رانده شدن موسیقیدانان و به خصوص حذف تکخوانی بانوان موجب شد که او بیش از پیش از نظرها دور بماند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز چهارشنبه بر نظر قطعی ایالات متحده مبنی بر اینکه انتخاب پوشش حقی شخصی است تأکید کرد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار صدای آمریکا درباره تهدید جدید ابراهیم رئیسی در زمینه حجاب گفت: ما بر این نظریم که زنان در ایران و همه جای دیگر باید در انتخاب پوشش خود آزاد باشند. ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه گفته بود که هیچ نگران نباشید و بدانید که حتما این بساط جمع خواهد شد. آمریکا از گزارش‌ها و اعتراف مقامات جمهوری اسلامی در مورد استفاده از تکنولوژی شناسایی به منظور برخورد با زنان بدون حجاب آگاه است، چرا که میلر اضافه کرد که زنان ایران نباید نگران باشند که مقامات با تکنولوژی جاسوسی یا دیگر
دیگر روش‌ها آنها را کنترل کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین افزود دولت بایدن از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران که شامل زنان و دختران می‌شود حمایت کرده و خواهد کرد. به گفته میلر، آمریکا پاسخگو کردن ناقضین حقوق بشر را دنبال خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فرمانی را امضا کرده که سرمایه‌گذاری آمریکایی در فناوری حساس در چین را ممنوع یا محدود می‌کند. فرمان جو بایدن که از مدت‌ها پیش انتظار صدور آن می‌رفت، به وزارت خزانه‌داری آمریکا آزادی عمل می‌دهد تا سرمایه‌گذاری آمریکایی در عرصه نیم‌رسانه‌ها و میکروالکترونیک، فناوری‌های اطلاعات کوانتومی و سیستم‌های هوش مصنوعی را ممنوع یا محدود کند. بایدن همچنین در نامه به کنگره برای مقابله با تهدید ناشی از پیشرفت کشورهای مانند چین در عرصه فناوری‌های حساسی که در ارتش، امور اطلاعاتی، نظارتی یا توانمندی‌های سایبری کاربرد دارند، وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. وزارت خارجه چین روز 19 مرداد اعلام کرد که این محدودیت‌های آمریکایی قلدری در عرصه علمی و فناوری است. در پی ترور یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در کشور اکوادور، وضعیت فوق‌العاده در سراسر این کشور اعلام شده و رئیس جمهوری گفته است که ارتش در نقاط مختلف مستقر می‌شود تا اطمینان حاصل شود انتخابات طبق برنامه پیش خواهد رفت. روز گذشته فرناندو بیلا ویسنسیو از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اکوادور که برنامه حاوی مقابله با فساد و گروه‌های تبهکار داشت، در یک گردهمایی انتخاباتی به ضرب گلوله کشته شد. او یکی از معدود کاندیداهایی است که ادعا کرده بین جرایم سازمان یافته و مقامات دولتی در اکوادور ارتباط وجود دارد. اکوادور از لحاظ تاریخی کشوری نسبتاً امن و باثبات در آمریکای لاتین بوده، اما افزایش جنایات خشونت‌آمیز که حضور فزاینده کارتل‌های مواد مخدر با آن دامن زده، یکی از موضوعات اصلی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امسال بوده است. برنامه من بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایچر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدریلا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری،
امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا، شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها رو دنبال میکنیم. سازمان امنیت داخلی آلمان به فعالان ایرانی مقیم کشور در مورد حملات هکری جمهوری اسلامی هشدار داد. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، فعالان ایرانی تبعیدی، گروه‌های حقوق بشری و دیگران باید اقدامات احتیاطی لازم را در مقابل حملات سایبری جاسوسی جمهوری اسلامی در نظر بگیرند. این بیانیه مشخصاً به نام گروه هکری بچه گربه‌های ملوس اشاره کرده که از چهره‌های مخالف ایرانی و ایرانیان تبعیدی جاسوسی می‌کند. گروه بچه گربه‌های ملوس که با اسامی متعدد دیگری هم برای کارشناسان امنیت سایبری در سطح بین‌المللی شناخته شده، از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی، همچنین چهره‌های شناخته شده علمی، مدنی و سیاسی جهان فعالیت می‌کند. آتش‌سوزی گسترده جنگلی در جزایر هاوایی در آمریکا که بی سابقه توصیف شده تا بامداد روز پنجشنبه 19 مرداد به مرگ دست کم 36 تن منجر شد. شعله‌های آتش در ماوی که دومین جزیره بزرگ هاوایی و 17 جزیره وسیع در آمریکا است، کماکان ادامه دارد. اکثر کشته شدگان کسانی بودند که از بیم آتش به سوی اقیانوس گریختند. جاش گرین، فرماندار هوایی، گفته است که بخش عمده‌ای از شهرک لاهاینا، یک مرکز گردشگری و اقتصادی که 9000 تن جمعیت داشت، ویران شده و صدها خانواده ساکن آن گریختند. هزاران تن دیگر در مجمع جزایر هوایی به پناهگاه‌های اعلام شده از توی مقامات رفتند. شاهدان عینی گفتند که شهرک لاهاینا دیگر وجود ندارد و به تالی از خاکستر تبدیل شده است. رستوران زنجیره‌ای آمریکایی سابوی گفته است که حاضر است به هر کسی که نامش را به اسم این شرکت تغییر بدهد، برای همه عمر ساندویچ رایگان اهدا کند. اکنون این شرکت فعال در تولید مواد غذایی میگوید که در مسابقه این شرکت برای دریافت ساندویچ‌های رایگان مادام العمر نزدیک به 10,000 تن ثبت نام کردند. این شرکت صاحب نام در صنعت رستورانداری گفته است که این تعداد متقاضی در عرض تنها 96 ساعت تمایل خود را برای تغییر قانونی نام خود و دریافت جایزه ابراز کردند. ثبت نام در این مسابقه به صورت آنلاین و از 1 تا 4 آگوست انجام شده است. قرار است که برنده خوششانس در ماه جاری و به قید قرعه انتخاب شود. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.